قسمت 132 مهاجرت اجباری. ببین مهندس، به نظر من این کارخونه بهتره توی قشم ساخته بشه، وگرنه شما درست میفرمایید. اونجا شرایط کار سخت‌تره، بله، ولی به هر حال باید همه جوانب رو در نظر بگیریم. باشه، چشم، من خبر اونم فردا صبح به شما میدم. خواهش میکنم، قربان شما. بله بله، حتما حتما. شما هم سلام برسونید. خدا نگهدار. خلاصش اینه. حالا که با طرح من موافقت شده، میخوام برای شروع یه کارگاه کوچیک را بندازم. بعدم کم کم توسعهش بدم و تبدیلش کنم به یه کارخونه بزرگ. خب به سلامتی. کجا انشالله؟ راستش با تحقیقاتی که کردم به نظرم قشم بهتر اینجا برای ساخت این کارخونه است. قشم؟ ولی اونجا که خیلی دوره. چرا همینجا راش نمیندازیم؟ خب هزینه های ساخت کارخونه اونجا خیلی کمتر از اینجاست. مواد اولیه هم دم دستره و ارزونتره. اونجا سریعتر میشه این اختراع رو به نتیجه رسوند. آخ جون، بابام یه مخترعه بزرگه. بله، ولی یه مخترعه بزرگ توی جزیره کوچیک فایده نداره. عوضش قشم جزیره خیلی قشنگیه. مردم خونگرمی هم داره و یه دریای بی‌نظیر. میشه بفرمایید راز موفقیتتون چیه؟ راستش من موفقیتم و مدیون خانواده خوبم هستم. به هر حال از قدیم گفتن پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست. منم خیلی وقتا به پدرم دو کاراش کمک میکردم. راستش گاهی چایی میبردم براشون. من و مادرش سعی کردیم خوب تربیتش کنیم. راستی مادرت کجاست رضا؟ نمیدونم آقا جون. توبا، توبا خانوم. اسفند دونه دونه، اسفند 33 دونه. بیا پسرم، ایشالا تو کارت موفق باشه. خه مثله؟ خانم اجازه، خه مثل خانم اجازه دیگه. آفرین محسن جان، درسته. دیگه چی میتونه مثال بزنه؟ به چی داری میخندی مهران؟ خه مثل خنده خانم. بسه دیگه. خب اینم درسته. خانم اجازه خیلی مثل مختره. ولی مختره که اولش خیلی نداره. خانم که نخوب حتما اولش خیلی داشته باشه. درسته. حالا ببینم این کلمه رو از کجا یاد گرفتی؟ آخه بابای ما یه مختره. چه جالب. تازه قراره توی جزیره قشم کارخونه بزنی. پس میخواین از این شهر بریم؟ نه خانم، ما که نمیریم بابا. خانم اجازه، ما یه بار رفتیم قشم از گرما پختیم. ما یه بار رفتیم کش. خانم ما تابستون رفتیم استانخونه عمومینا. چه یفتی داره؟ خانم اجازه، بابای ما خلبانه. خانم ما هم عید رفتیم بسن. خانم میتونیم عید دستی؟ رضا بیاد ببینیم بالاخره تصمیمش چی شد؟ چی کار میخواد بکنه؟ پس چی شد این سیخای کبابه بابا؟ این زغالا خاکستر شد با جنوع. ببخشید داشتم با تلفن حرف میزدم، ولی عوضش میخوام یه خبر خوب به همتون بدم. احوه، من عاشق خبرم، مخصوصا از نوع خوبش. زودتر بگو ببینیم چیه؟ خب راستش باید همه با هم بریم اونجا. کجا؟ بهش. قشم؟ تو به این میگی خبر خوب؟ اون سینه رو بذار زمین ببینه. یعنی هممون بریم اونجا زندگی بکنیم؟ خب آره دیگه، وقتی شما پیشم باشی من خیالم راحت تره و بهتر میتونم به کارام برسم. ولی کار من چی میشه؟ خب خانم، میتونی بری تو یکی از مدرسه های اونجا مشغول به کار بشی. دوستای من چی؟ مدرسه؟ آدم هر جایی میتونه دوست پیدا کنه. تازه قشم مدرسه های خوبی داره. میگم مامان پوریا اینا میان با همون. نه خیر امو جا، ما همینجا جامون خیبره. یعنی میخواین از پیش ما برین؟ مهندس ایوزی یه خونه خوب اونجا برامون دست و پا کرده. من تصمیمم رو گرفتم، باید کم کم به فکر جمع کردن اسب بابا باشیم. ماشا چیه؟ میگم به نظر قشم چه جور جاییه؟ نمیدونم، فقط شنیدم خیلی گرمه، اصلا زمستون نداره. آره منم شنیدم. حیف شو، یعنی دیگه هیچ وقت برف رو نمیبینیم. دیگه نمیتونیم آدم برفی درست کنیم. چه حرف میزنی بچه؟ بگه بخواب ببینم. خیلی خوب بابا، نمیشه باهاش حرف زد، دختره اعصاب نداره. ها؟
خب منم دلم نمیخواد ولی چاره نیست، بابا تصمیم گرفته که بری. چرا آدم بزرگا همش زور میگن؟ چرا نظر ما رو نمیپرسن؟ شاید ما نخواهیم بریم آخه. چی بگم؟ بلم بگی بخواب تو فردا ببینیم چی میشه. شب بخیر داداشی. شب بخیر. یعنی آساسی تو یه پیش ما میگی؟ آره. نه دانا نرو، ما بدون تو دیگه مربی فوتبال نداری. ها؟ آره نباش، تلفنی راهنماییتون میکنم. اه راست میگی؟ خب تو با مامانت اینا نیو، همینجا بمون نمیشه؟ کاش میتونستم. دلم واسه همه چی تنگ میشه. آخه بوی نون سنگر، مایای حوز، قصه های زیر کرسی مادر بزرگ. ای دانا جوگیر نشو، خواهش که نمیخوای بری. تو درک نمیکنی من دلم مدا حتی برای ابرو خانم تنگ میشه. چی؟ فاکون الان میشه. بودو ابرو خان کار میکنی بچه؟ میشکنه این تخم مرغ. حالا من بدون شما چی کار کنم ابرو خان؟ چیه بابا؟ به کجا داری نگاه میکنی؟ ها رضا زنگ زده به آموزش و پرورش قشم، گفتن جای خالی برای معلم ادبیات ندارن. اگه بخوام برم اونجا باید فقط یکی از شغلای دفتری رو انتخاب کنم، ولی من به غیر از معلمی به کار دیگه ای علاقه ندارم. ای بابا با اینجوری که نمیشه، آدم شغلش دوست نداشته باشه که نمیتونه با علاقه کار کنه. با اجازه. کجا بابا؟ میرم بقیه وسایلمو جمع کنم. خب وقتی همه از رفتن به قشم ناراحتن چه کاریه؟ مهسا یه جور، دانا یه جور، از همه بدتر زهرا که باید کارش هم عوض کنه. باز این دوتا بچن راحت‌تر میتونن خودشونو با شرایط تازه وفق بدن. رضا کار خوبی نکرده که بدون مشورت با بقیه به جای اونا تصمیم گرفته. شاید قشم برای کار اون جای خوبی باشه، ولی رضا باید شرایط بقیه رو هم در نظر میگیره. نه خیر، اینجوری نمیشه. باید یه فکری بکنیم. خب اگه کار با این شکلی بشه، نه رضا پسرم. ولی آقا جون، جانم بفرمایید تو. چی کار میکنی؟ دارم رو نقشه کارگاه کار میکنم. چند دقیقه اون خودکارو بذار کنار. چیزی شده آقا جون؟ ببینم بابا، تو این چند وقت هیچ به رفتار زن تو بچه ها دقت کردی؟ میدونی اونا از این که میخوان از اینجا برن چقدر ناراحتن؟ زهرا کار جدیدشو دوست نداره، مهسا و دانام نگرانن که دوستاشونو از دست میدن. تو به جای همه تصمیم گرفتی ولی نظر هیچ کسو نپرسیدی. شما مطمئنی؟ آخه وقتی من گفتم بریم اونجا هیچ کس به من چیزی نگفت، هیچ کس اعتراضی نکرد. اونا برای اینکه تو رو خیلی دوست دارن و نمیخوان تو ناراحت بشی چیزی بهت نگفتن، ولی از شرایط جدیدشون ناراحتن. یادت باشه این درست نیست که تو به جای اونا تصمیم بگیری بابا. حداقل باهاشون مشورت میکردی و شرایط جدید زندگی رو براشون توضیح میدادی تا اونا بتونن خودشون رو آماده کنن. نگران نباش، اونا خانواده تو هستن، حتما تو هر شرایطی کنارت میمونن. من خوابم میاد، برم بخوابم. اگه خبر جدیدمو بشنوی خواب از سرت میپره. حتما میخوای روز رفتنمونو بگی. نه خیر، میخوام یه چیز جدید نشونتون بدم. نگاه کنین. سلام آقا مهندس، همونطور که میبینید این قسمت هم طبق برنامه داریم تموم میکنیم. کم کم باز به فکر تجهیزاتش باشیم. آخر هفته هم منتظرتونیم، یه سری به اینجا بزنیم. خب دیگه با اجازه. این کی بود؟ مهندس عامر، یکی از جوانای خوب منطقه که شاگرد استادم بوده. کارهای کارخونه رو به اون سپردم. خودم هم هر چند وقت یه دفعه میرم اونجا یه سری میزنم. اینجوری دیگه لازم نیست هممون بریم به قصد. آخ جون، بس دیگه قرار نیست از اینجا بریم؟ یارم میگم برم به دوستان زنگ بزنم. نه دانا، مگه نمیبینی شبه یه وقت ممکنه خواب باشن؟ بابا گوشیتون زنگ میزنه. آقا فرهنگه بفرمایی. سلام باجی نوخ، زنگ زدم تبریک بگم. پس بالاخره موندنی شدی. سلام، تو از کجا میدونی؟ یکی صداتون مثل بلنگو داره تو کوچه میپیچه. به زهره خانم بگو چایی رو بذاره که اومدی واسه خوردن شیرینی. وی ولی الان دیر وقته که. الو الو آقا فرهنگ. فرهنگ چی شد؟ با
خوشگل. ای بابا دانا برو در باز کن اومدن.